خب سلام دوستان، شب شما بخیر باشه. امشب قرار یک لایو دیگه ای داشته باشیم در مورد کشور کره جنوبی با حضور خانم زینب از کشور کره جنوبی. هفته پیشم یه لایو داشتیم در مورد کره جنوبی، ولی بیشتر راجع به بورسی KJSP صحبت کردیم، ولی این دفعه قراره بیشتر راجع به خود کره و اپلای برای دانشگاهاش و فارغ از بورسیه صحبت بکنیم. شب بخیر به شما میگم و دعوت میکنم از خانم زینب که تشریف بیارن تو لایو و بتونیم از حضورشون استفاده بکنیم. سلام نباشید. سلام، حال شما خوبه؟ سلامت. سلام به همگی، امیدوارم که خوب باشید. قربان شما، من سعی کنم دوربین من اول تنظیم کنم که راحت باشن دیگه بچه از اول دید پیش بکنم. بله حتما. خب من دوباره سلام و شب بخیر به وقت ایران بهتون میگم. خوشحالم که این وقت رو به ما دادید و ما پذیرای شما باشیم و سوال بچه ها بتونیم از شما بپرسیم. سلامت باشید، خواهش میکنم، در خدمتم. خواهش میکنم، من سوالا رو آماده کردم، حالا یه تعداد زیادی هم هستن، ولی حالا دیگه توجه کشور از شما میپرسیم و امیدوارم که بچه هم استفاده کنن. در وهله اول یک معرفی و بیوگرافی از خودتون، حالا رزومتون، شرایطتون، کدوم دانشگاه هستید، یک کوچولو راجع به خودتون بگید، ممنون میشم. درسته، من زینب هستم، 27 سالمه، 4 سال پیش اومدم کره، برای دوره های مستر و دکترا. مسترم توی یه دانشگاه دیگه بودم، دکترامم توی یه دانشگاه دیگه، ولی برای جفتش هم فاند استاد گرفتم، یعنی بورسیه KGSP رو من نگرفتم، از طریق فاند استاد اومدم و از اون طریق بورسیه شدم برای کره اومدم. درسته. بر رزومت من چطور بود؟ یکم راجع به رزومت من بگید بچه بودم با چه شرطی تونستی شما این فاند رو بگید؟ من خودم توی این پیج، چون بچه خیلی از من سوال میپرسن راجع به اینکه حتما باید دانشگاه دولتی باشیم، حتما باید جزء دانشگاه معروف باشیم که بتونیم بورسیه بگیریم یا فاند بگیریم و اینا، من خودم دانشگاه غیر انتفاعی بودم، توی قم، دانشگاه غیر انتفاعی قم درس میخوندم، معدلم هم 16 اینا بود، حدودا یادم نمیاد. بعد توی این حدودا رزومه معمولی هم داشتم، یعنی مقاله خاصی نداشتم توی دوره لیسانسم و یه سری کلاس های کامپیوتر حسابداری و اینا رفته بودم، یا اینکه بگم جایزه خاصی داشتم یا توی دوره های خیلی خاصی شرکت کرده بودم و اینا نبود، ولی معدل، یعنی نمره های درس های تخصصیم که مربوط به رشته کامپیوتر بود، نمره هم بالا بود، نمره های خوبی داشتم توی اون قضیه، که بعدش هم برای استاد راهنما درخواست دادم، یعنی ایمیل زدم و اینا بهشون، یکی از استادا موافقت کردن و یه مقدار حقوقی مشخص کردن که گفتن شما بعد از اینکه اومدین ماهیانه یه مقدار حقوقی بهتون پرداخت میشه و اینکه شهریتون ساپورت میشه، اما هزینه های زندگی و همه اینا کاملا باید منیج میشد با اون حقوقی که به من پرداخت میکردن. در رزومه و مثلا مشخص کردن نوشتن بیانیه هدف و اون چیزایی که میخوان بنویسن، مهمترینش، یعنی مهمتر از معدلشون و درسایی که دارن و واحدایی که گذروندن، نوشتن اون انگیزه نامه و بیانیه هدف خیلی مهمه، یعنی نگارش اون خیلی مهمه که روی اون استاد تاثیر بذاره، اگر اون تاثیر کلی و بتونن روی نظریه استاد بذارن دیگه نصف راهو رفتن تقریبا. درست. مثلا یه سوال همین بود که مثلا از دانشگاه های غیر انتفاعی، دانشگاه آزاد پیام‌نور میشه یا فقط باید دانشگاه خفن باشیم؟ که شما خدا شد مثال نقدش آوردین، همین عملی نشون دادین که نمیشه از دانشگاه های غیر انتفاعی اپلای کرد و الزاما دانشگاه تهران شریف و اینا ها لازم. اونش خودم. بعد حالا یه سوالی که هستش که چرا کشور کره رو اصلا انتخاب کردی؟ کره جنوبی توی زمینه مهندسی خیلی قویه و اینکه فاند نسبت به کشورهای اروپایی فاندش بیشتره، به خاطر همین گرفتن پذیرش و پیدا کردن استاد به نسبت به کشورهای اروپایی راحت تره. سر همین قضیه من خیلی مقایسه کردم، بعد اینکه نمره زبانی که کره جنوبی نیاز داره نسبت به اروپا پایین تره، یعنی آیلتسی که دانشگاه کره جنوبی میخوام مینیمومش 5.5، با آیلتس 5.5 اگر داشته باشین میشه برای دانشگاه کره جنوبی اپلای کرد. پس با چشم باز و درسی اینها شما انتخاب کردین کره رو؟
خیلی داشتم، یعنی اون زمان چون تصمیم من واقعا رفتم بود، خیلی دانشگاه مختلف کشورهای مختلف رو با هم مقایسه کردم و شرایط مثلا جوری بود که کره خیلی بیشتر به رزومه من نزدیک تر بود تا مثلا کشورهای اروپایی. درسته. بعد حالا راجع به مدارک و شرط مورد نیاز برای اپلای، برای خودتون شخصی بودی که مستقیم برای دانشگاه اپلای کردین، حالا مدارک معمولا مشخص، ولی حالا دوباره شما ممنون میشم بفرمایید، ولی حداقل ریکوایرمنت هایی که کره معمولا نیاز داره، حالا زبان رو گفتید، ولی یه چیزا رو ممنون میشم بفرمایید. مدارک مورد نیاز اگر برای بچه های لیسانس که آخرین مدرک تحصیلیشون که دیپلمه، یعنی پیش دانشگاهی رو نیاز ندارن، مدرک تحصیلی دیپلمشون، ریز نمرات 3 سالشون و مدرک زبان حتما باید داشته باشن که مینیممش 5.5. زبان میتونه زبان انگلیسی باشه یا زبان کره، تاپیک که اگر تاپیک میخوان باید بالای 4 بگیرن، تاپیک 4 باشه، ترجمه شناسنامه خودشون، چون که توی ترجمه شناسنامه خودشون دیگه اطلاعات پدر و مادر ذکر میشه، نیازی نیست که برای پدر و مادر رو جدا ترجمه کنن، ترجمه شناسنامه خودشون، 2 تا توصیه نامه از معلمای مدرسهشون یا اساتید دانشگاهشون نیاز دارن و نوشتن انگیزه نامه. اما اگر برای دوره ارشد میخوان اقدام کنن، ارشد و دکترا، به علاوه همه این کارا استاد راهنما هم نیازه، چون اگر امضای استاد راهنما رو نداشته باشن، حتی اگر اپلای کنن ریجکت میشه، اپلایشون ریجکت میشه. من تو یکی از سوالهای آینده همین بود که اصلا کره استاد محوره یا کمیته محوره، یعنی اینکه باید حتما استاد اوکیشو بگیری یا اینکه نمیشه مستقیم برای کمیته فرستاد و اوکیشو نه استاد هم باشه، برای ارشد و دکترا حتما استاد نیازه، یعنی با دانشگاه هم اگر در ارتباط باشن، اگر دانشگاه بگه شما میتونید اپلای کنید، دانشگاه اینو میگه همیشه که میتونید اپلای کنید، به خاطر اون اپلیکیشن فی که میگیرن از دانشجوها. اما اگر استاد نداشته باشن، چون موقع تصمیم امضای اون استاد راهنما رو نیاز دارن، برای همین کلا رد میشه اگه استاد راهنما نداشته باشن. پس من خوبه که یک مکاتبه با اساتید کره شروع کنم، اوکی استاد حداقل باید با یه استاد دیگه اوکی کامل گرفته باشن با از یه استاد. درسته. شما فاند استاد گرفتین یا فاند خود دانشگاه؟ نه فاند استاد، فاند خود دانشگاه که کلا یه چیز دیگه است با توجه به پروژه ها و ایناست، اما فاند خود استاد گرفتم که استادم با توجه به پروژه هایی که بهش میده، اون حقوقی که دارن، اون حقوقی که به شما پرداخت میکنن، با توجه به همون پروژه هاست. درسته. بعد راجع به مدرک زبان، حالا آیلتس رو گفتید که مینیمم 5.5 فرمودید، درسته؟ مینیممش 5.5، یعنی آیلتسی که دارن. بعد آیا تافل رو هم قبول دارن و دولینگو چطور؟ آره تافل رو قبول دارن، مدارکی که کره قبول داره آیلتس، تافل و تاپیک زبان کره، همین سه تا. درسته. پس دولینگو رو فعلا قبول دارن. زبان دیگه هم هست مثل تویک، که این تویک کلا مختص خود کره است، یعنی وقتی که مثلا من ارشدم و اینجا گذروندم، چون 2 سال گذشت من آیلتس هم اکسپایر شد، برای اینکه برای دکترا اقدام کنم توی همین کره مدرک زبان تویک رو ارائه دادم، که یکی زبانی که مخصوص خودشونه ولی به انگلیسی، امتحان انگلیسیه، چون اونو قبول داشتن و هزینه‌اش قشنگ خیلی کمتر واقعا از آیلتس بود، همونو امتحان دادم و همینجا هم مورد قبول بود. ایران هم داریم برای دکترها تولیما هم چیزایی داریم نه فقط برای اینجاست، نه برای میگم خود ایرانی هم دارن که مثلا مدرک زبانی میتونن بگیرن که خود ایرانی ها شرکت کنن برای مثلا آزمون دکترا. درسته. تولیما نیست که مال ایران هست. بعد آیا برای اپلای کردن دانشگاه کره زبان کره ای لازمه؟ شما اونجا گفتید یا آیلتس یا کره ای، آیا هر دو لازمه؟ مثلا آلمان معمولا آلمانی هم لازمه، در مورد کره چطوره؟ نه کره یکیشو ارائه بدن کافیه، یعنی حتی اگر کره‌ایشون لولشون در حد 0 باشه، اصلا نیازی به نگرانی ندارن که من کره‌ای بلد نیستم نمیتونم پذیرش بگیرم و اینا، کاملا یعنی هر کدومشو مسلط باشن کافیه. بعد دوره‌هاش هم پس این دوره‌های دانشگاه، یعنی هم به انگلیسی ممکنه باشن هم به کره‌ای؟ دوره های ارشد و دکترا بس، چون خودمون انتخاب رشته میکنیم میتونیم انتخاب، یعنی اینکه حتما باید کره‌ای داشته باشه تو واحداتون، نه همچین چیزی نیست، میتونه همش انگلیسی باشه. برای دوره های لیسانس هم همینطوره، یه سری از رشته های مثلا فنی مهندسی و اینا هستن که بعضی از کلا دپارتمان ها کلا انگلیسیه و مدرکی که ارائه میدید انگلیسیه، اما بعضی از دپارتمان خودشون توی دفترچه راهنما ذکر میکنن که شما، ما واحدمون به کره‌ای، برای همین به مدرک زبان تاپیک احتیاج دارید، باید کره‌ای بلد باشید. درسته. بعد اون که بحث زبان هست، آیا اصلا با
بدون دانستن زبان کره ای میشه مثلا تو کره زندگی کرد و با انگلیسی کار مسیر زندگی رو پیش برده حداقل نیازها، یا اینکه نه مثلا حتما باید کره ای بلد باشه؟ نه نه اصلا مشکلی نیست، چون که اکثر کره خودشون انگلیسی بلدن، مخصوصا توی شهری مثل سئول که پایتخت اینجا، سئول و بوسان اکثرا قشر تحصیل کردن، یعنی بیرون که میرن توی فروشگاه ها اینا راحت به انگلیسی میتونن کارشون رو راه بندازن، در حد معمول که بتونن کارهای معمولی رو انجام بدن با انگلیسی میتونن. ولی دیگه کسی که خیلی علاقه دارن برای ارتباط با مردم و ارتباط گرفتن اینجوری خیلی نزدیک، یه مقداری هم کره بلد باشن بهتره. درسته، پس از شرایط مختلف کره حداقل گزینه مطلوبی است برای افرادی که فقط با زبان انگلیسی میخوان حرکت کنن. بعد در مورد جوای تمکن زیاد معمولا برای هر کشور پرسیدم، حالا شما فان گرفتین، آیا بگید که با فول فان گرفتن جوای تمکن باز هم نیاز هست یا نه، و اگه فاندی نداشته باشید تقریبا جوای تمکن چه مقدار باید ارائه بدید؟ گواهی تمکن مالی برای خود دانشگاه که اگر شما استاد پیدا کنید نیازی به ارائه گواهی تمکن مالی نیست، چون اون استاد اسمشو می نویسه امضا میکنه که من این دانشجو رو ساپورت میکنم به صورت کامل. اما زمانی که میرید سفارت، سفارت ممکنه از شما گواهی تمکن مالی بخواد که برای کره بین 10,000 دلار تا 18,000 دلار باید ارائه بدن به نرخ دلار دولتی. و اما اگر اون استاد راهنمای نامه‌ای بنویسه و به سفارت بده، یعنی که این دانشجو فول فانده، در اون زمان هم سفارت دیگه نیازی به گواهی تمکن مالی نداره، اصلا از شما گواهی تمکن مالی نمیخواد. درسته. حالا بحث جوای تمکن، شرایط ویزا چطوره؟ مثلا آیا کره از اون کشورهایی است که مثلا برای ویزا اذیت میکنه؟ مثلا استرالیا 14 ماه 12 ماه 18 ماه حتی شده مثلا پروژه کلیرنسش طول بکشه. چطور هست؟ ویزا سخت میده، آسون میده؟ فرایند ویزاش مثلا چند مدت؟ کره جنوبی قبل از کرونا، بعد از اینکه شما نامه پذیرشتون رو میگیرید و میرید برای ویزا، توی 3 الی 4 روز ویزا رو میدادن. یعنی مثلا یه مصاحبه خیلی خاصی برای تحصیل اینا هم نداره، فقط مدارک رو میدیدن، مدارک رو ارائه میدید، بعد از 3-4 روز ویزاتون رو میگرفتید. الان با توجه به کرونا، اول مدارک که بررسی میکنن همون که فقط بهتون نهایتش شده 2 هفته گرفتن ویزا، الان شده 14 روز، و بعد از 14 روز هم شما باید بلیتتون رو ببرید نشون بدید که همزمان هم ویزا رو با توجه به تاریخ بلیتتون بهتون تحویل میدن. یعنی سختگیری پذیرش دانشگاه داشته باشید. یه پوان خوبه دیگه برای کره بر اینجا بذارید. در مورد هزینه تحصیل هم خب همیشه میپرسن که مثلا با عنوان مثلا شهریه دانشگاه، حالا هر دانشگاه فرم کنه، هر رشته فرم کنه، نرم و میانگینی که شما اطلاع دارید به چه صورت هستش؟ شهریه دانشگاه ها برای دوره لیسانس از 2500 دلار تا 2700 دلار 800 دلار میچرخه با توجه به رشته، بین 2500 تا 2800 برای دوره برای هر ترم. برای هر ترم؟ برای هر ترم یا ماهیان؟ آره دیتا، یعنی سالی دوبار، سالی دوبار این شهریه رو پرداخت میکنن. و یه پوان دیگه ای که داره، این شهریه رو میتونن به صورت قسپندی 4 ماه پرداخت کنن، یعنی قبل از شروع ترم که میخوان برای انتخاب واحد کنن، همون موقع شهریه رو قسپندی میکنن، اون مثلا 2500-600 دلار رو تو 4 قسط پرداخت میکنن. برای دوره های ارشد و دکترا بین 3200 تا 3500 دلار شهریه ها برای هر ترم، که اگر پروفسور ساپورت کنه که اون استاد راهنما شهریه رو پرداخت میکنه و خود دانشجو هیچ هزینه پرداخت نمیکنه در قبال این. درسته. بعد از تحصیل قطعا هزینه زندگی مطرح میشه، این که هزینه زندگی تو کره به چه شکل هستش؟ کره جنوبی اگر بخوان خونه اجاره کنن، یعنی اگر وان روم بخوان داشته باشن، توی شهرهایی مثل سئول اجاره ماهیانه از بین 400 تا 500 دلاره وان روم، یه مثلا یک جای کوچیک. اما توی جایی که من هستم، اینجا جزیره ججوه، توی جزیره ججو از بین 280 تا مثلا 300 350 دلار اینجوری، یعنی به نسبت ارزون تره. و پول پیش توی شهرهایی مثل سئول برای پول پیش خونه 4000 دلار 5000 دلار حدودی باید بدن، ولی بقیه شهرها 2 تا یا 3 تا اجاره خونهشون رو مثلا بین 500 دلار 600 دلار اینجوری اجاره خونهشون رو به عنوان پول پیش میدن. یعنی خیلی بر اجاره خونه و اینا گرون نیست. دوی که من خودم الان متوجهم، دیدگاه سنتی معمولا همه به سمت اروپا و کانادا و آمریکا بود، الان نهایتا استرالیا، زیاد به سمت آسیا دیدگاه ها نبودش و مثلا شاید همه گفتن که کی کره میره، کی چین میره فلان ها.
ولی جالب بود برای خودم هم مثلا که این همه پوانای مثبتی داره کره نسبت به کشور اروپایی و جدیدا هم طرفدار زیاد داره، بعد هم پیجون زیاد راجع به هم بورسیاش و هم خود تحصیلش تو کره زیاد میپرسن. خب خدا روش نکات مشخص شد، دقیقا شناخت بچه ها نسبت به کره بیشتر بشه، جز یکی از انتخاباشون اگه بخوان. ببخشید من یه لحظه سوال بعدی که من دارم این که رشته های پرطرفدار محبوب تو کره کدوم رشته ها هستن؟ برای همون اول یه اشاره کردن کشور صنعتی هستش، کره چجور کشوری که مثلا بیشتر برای رشته های مهندسی خوبه یا هنر علوم انسانی؟ در دیدگاه شما چطور؟ کره به هنر خیلی اهمیت میده، اما چیزی که برای ما خارجی ها مثلا مشخصه، ما میخوایم بعدش کار پیدا کنیم، یه جایی باشه که راحت بتونیم بریم سر کار. برای همین هنر به درد ما نمیخوره، یعنی میشه بیان اینجا درس بخونن، فاند بگیرن، ولی بعدش آینده کاری ندارن دیگه، این واقعیتشه دیگه. اما توی رشته های فنی، مهندسی، کامپیوتر، مکانیک، الکترونیک، بعد از اینکه توی این رشته ها تحصیل کنن میتونن برای مصاحبه شرکت های مختلف، شرکت های معروفی که توی کره هست، توی همشون میتونن شرکت کنن و تفاوتی با خود شخص کره ای که مثلا برای مصاحبه شرکت میکنه قائل نمیشن. یعنی مثل همون شخص کره، شما هم یه خارجی قشنگ با همون پوانا میری مصاحبه میدی، اگر شما نسبت به اون شخص کره بهتر باشی مسلما اون جایگاه رو به شما قرار میدن. درسته. اتون سوال بعدی راجع به اینکه برخورد کره ها با خارجی ها چطور هستش، که حالا چه بحث نژاد پرستی، چه بحث اقامت، کار و زندگی در کره. بحث نژاد پرستی که اصلا من تا حالا اینجا ندیدم، یعنی با خارجی ها اصلا خیلی عجیب غریب، به خاطر رنگ پوستش، به خاطر ملیتش، یا نمیدونم به خاطر مسلمون بودنش، یا اصلا دین دیگه ای داشتنش، حجاب داشتنش یا نداشتنش، اصلا به این چیزا کره یا توجه نمی کنن. هیچ وقت نشده همچین حرفی اصلا به طرف مقابل بزنن. با خارجی ها خوب برخورد میکنن، یعنی همه جا آدم خوب و بد داره، نمیشه بگی که اینجا 100% همه خوبن همه عالین، همه جا خوب و بد داره، ولی برخوردشون با خارجی ها خوبه، اصلا برخورد عجیب غریبی ندارن. حتی توی محیط کار یا توی محیط دانشگاه، جایی که با کره یا همزمان با همین، اصلا آدم احساس بدی بهش دست نمیده. درسته. بعد در مورد کار دانشجویی، اینکه حالا چند ساعت در هفته به دانشجو اجازه کار دانشجویی داده میشه و چه کارهایی میتونه انجام بده، و اینکه این درآمد کار دانشجو چقدر از هزینه ها رو میتونه پوشش بده؟ درسته. کار دانشجوی 6 ماه بعد از ورودشون، بعد از گرفتن کارت اقامتشون، 6 ماه به صورت قانونی میتونن کار کنن، هفته 20 ساعت، که اون هفته 20 ساعت رو بجز کار تدریس که مثلا برن تدریس انگلیسی کنن یا هر تدریس دیگه، چون ماها نیتیو نیستیم اصلا غیر قانونیه، بجز کار تدریس کارهای دیگر رو میتونن انجام بدن به صورت پاره وقت. کار پاره وقت هم روزی بین 9 تا 10 دلاره ساعتی 9 تا 10 دلار، توجه مثلا به این هفته ای بخوان کار کنن، یعنی 20 ساعتشون هفته ای حدودا 200 دلار، هفته 200 دلار میتونن، که میشه ماهی 800 تا، کافیه اگر بخوان این هفته 20 ساعتشون رو کامل کار کنن، راحت میتونن هزینه های زندگیشون، اجاره خونه شون، خورد و خوراکشون رو کاور کنن. ولی هزینه شهریه که دیگه پوشش نمیده. نه، یه چیز جداست. شهریه که مثلا باید بیشتر از 20 ساعت کار کنن، 20 ساعت فقط در حد اینکه اجاره خونه شون رو بدن و هزینه خورد و خوراکشون رو خیلی راحت در بیارن. درسته. بعد در مورد اقامت بعد تحصیل، بعد تحصیل که تموم میشه چه مدت حق اجازه پیدا کردن کار دادن و اینکه چجوری شرط موندنشون هست؟ بین 6 ماه تا 1 سال میتونن کار پیدا کنن. کره یه مقدار اقامت خیلی سخت میده، یه سری مدارک داره، یه سری کلاس ها داره، خودشون یه سری دوره های زبان رایگان برگزار کردن که از لول 0 تا لول 5 این دوره ها رو باید بگذرونن، کلن 80 پوینت باید کسب کنن، که این 80 پوینت با توجه به مدرکی که توی کره میگیرن، با توجه به اون کلاس هایی که میرن، نمره امتحان زبان تاپیکشون، با توجه به همه اینا جمع بندی میشه. یه سری نامه ها از دانشگاه باید بگیرن یا کار پیدا کنن، همه اینا رو با هم میدن، میتونن اقامت بگیرن، ولی اولش اقامت موقت میدن، اقامت موقت 5 ساله، که بعد از اون 5 سال با توجه به عملکردشون توی کره نوع اقامتشون تغییر میکنه.
این اقامت با توجه به ویزای دانشجوییه، یا بخوام ویزای سرمایه درست. گذاری و ازدواج و این هم که خودش کلا یه مبحث جداه. درسته. در حالت شما رشتهتون به مهندسی هستش، ولی راجع به رشته‌های پزشکی آیا اطلاعی دارید تحصیل در اونها چطوری هست؟ اصلا هر مقدار اطلاعاتی دارید به حال رشته تخصصیتون نیست، ولی حالا درست. اگه به نظر شما اطلاع دارید که آزمونی دارن، شرایطی پذیرشی دارن، ممنون میشم توضیحاتی. کره جنوبی پذیرش پزشکی برای خارجیان نداره کلا، یعنی فقط مختص خودشونه رشته پزشکی. میتونن اپلای کنن، توی دفترچه ها هست که مثلا این رشته هست، پرستاری هست، پزشکی هست، یا شاخه دندون و داروسازی و اینا هست، میتونن اپلای کنن، ولی ریجکت میشه. تا الان کسی از خارجی نبوده که بتونه پذیرش پزشکی بگیره، کلا پذیرش پزشکی قبول نمیکنن. درسته. خب اینم یه اطلاع خیلی خوبی بود که اطلاع داشته. در مورد تغییر رشته چی؟ اون که مثلا حالا میگه بچه مثلا میگم علوم انسانی خوده کارشناسی، حالا میخواد ارشد بره مثلا رشته دیگه دوباره برای مثلا مستر مجدد، در مورد اینها چه نکاتی میتونی به ما توضیح بدی؟ تغییر رشته که همیشه امکانش هست، میتونن تغییر رشته بدن، ولی خیلی سخت. یعنی اینو باید با توجه به اون استادی که پیدا میکنن، باید اون استاد رو بتونن راضی کنن با توجه به توانایی هایی که دارن. یه حس اطمینانی باید به اون استاد بدن که من توی این رشته که الان تصمیم دارم مثلا بیام الان جوین بشم، این توانایی ها رو دارم، میتونم از پسش بر بیام. اگر بتونن طرف مقابلشون که قراره بهشون اعتماد کنه، اون اعتماده رو بهش بدن، اونجوری رضایتش رو بتونن جلب کنن، بله تغییر رشته هم میتونن بدن، اصلا مشکلی نداره. درسته. برای مستر مجدد یا حالا مثلا کارشناسی مجدد یا دکتر مجدد چی؟ آیا مثلا سفارت سختگیری خاصی داره یا دانشگاه سختگیری خاصی داره و بچه ها بگن مثلا ما اینجا مستر رو خوندیم میکنیم دوباره بیام، یا اصلا رو نکنه و نگن؟ نه، سفارت سختگیری خاصی نداره. اگر شما نامه پذیرش دستت باشه، شما قبول شدی، دانشگاه قبولت کرده، استاد قبولت کرده، همه مدارکت قانونیه، وقتی که این مدارک رو ارائه میدین، از سفارت هیچ سختگیری خاصی نداره، میتونن راحت ویزاشون رو بگیرن و بیان. میگم همش با توی کره یه مهمون استاد راهنماست، یعنی همیشه اینجا هم میگن میگن استاده که همه تصمیم همه چیز رو میگیره، استاد که بگه اوکی دیگه همه چی اوکیه. حالا که این استاد مهمه، بچه ها پرسیده بودن که مثلا شما این استاد رو چجوری پیدا کردین؟ حالا مثلا دانشگاه اروپایی نرم اپلای اینه که میزنید تو سایت دانشگاه ها استاد مرتبط رو پیدا میکنی و باهاش مکاتبه میکنی. حالا برای کره هم به همین صورت هستش؟ مثلا باید سایت دانشگاه، یعنی مثلا سایت مخصوصی دارن فرآیند خاص برای پیدا کردن استاد دارن؟ درسته. نه، مثل همون اروپا، لیست اساتید توی هر دپارتمان مشخصه تو قسمت فکالتی و آدرس ایمیلشون و وبسایتشون. باید برن چک کنن که کدوم استاد به کدوم مثلا رشتهشون میخوره، با کدوم بیشتر راحتن، مکاتبه کنن که انشالله که جواب بگیرن. یه مقدار استادا سخت جواب، متاسفانه همه جای دنیا یعنی همینه. دقیقا، متاسفانه. بعد یه چیزی که هستش، دانشگاه های معتبر کره، حالا معتبر که منظور که دانشگاه های تاپش، ممنون میشم نام بدن، حالا بچه ها اسمش میاد بگیرن و مثلا خواستن سرچ بکنن، شما الان 10 تا 5 تا نو هر تعدادی که فکر کنید مثلا دانشگاه خوب کره هستن. 3 تا دانشگاه معروف کره که به دانشگاه اسکای معروفن، یکی دانشگاه سئول نشنال یونیورسیتی، کوریا یونیورسیتی، یونسی یونیورسیتی. این 3 تا دانشگاه یکی از 3 تا دانشگاه برتر کره جنوبی هن، این 3 تا که خیلی رقابت بین خود کره هم زیاده، مثل دانشگاه شریف و امیر کبیر خودمون که برای کنکور همه سر و دست میشکنن که اون دانشگاه رو بیارن. این 3 تا برای خود کره هم خیلی مشکل پذیرشی گرفتن که رنکینگ جهانی خیلی خوبی هم دارن. به جز این 3 تا دانشگاه هانیانگ هست، کیونگی هست، یه سری دانشگاه دیگه توی سئول هست، الان اسمشون رو به خاطر ندارم، ولی جز دانشگاه خوب حساب میشن. درسته. حالا من خیلی سوال رو سرکم بپرسم، شما خیلی سریع و خوب جامع و مانع جواب دادید. حالا در مورد یکم نکات مثبت و منفی، مثبت رو خیلی الان گفتید، بازم اگه به نظر خودتون به حال تجربه چند سال در کره بودن رو دارید، نکات مثبت و منفی که حالا نسبت به حالا یا کشور اروپایی دیگه نسبت به ایران دیدید، از زبون مثلا خودتون ممنون میشم بگید. نکات مثبتش که زیاده، فقط توی نکات منفی که میتونم نام ببرم، یکی اینکه کره بعد از تحصیل یه مقدار
برنامه ریزی برای زندگی آینده اینجا موندن اونش مشکله، به خاطر همین پیدا کردن کار و زبان، و چون که بعد از اینکه از محیط تحصیل میای بیرون وارد جامعهشون میشی، وارد محیط کارشون میشی، باید بالاخره یه در حدی باشی که بتونی با اون جامعه اون مردم ارتباط بگیری، و اینکه اقامت دادنشون یه مقدار مشکله. به راحتی مثلا اقامت نمیتونی بگی، سالیان زیادی طول میکشه اینجا باشی، فعالیت کنی، کار کنی که بتونی اقامت این کشور رو بگیری. تنها نکته منفی که کره داره از نظر من اینه، چون از لحاظ درآمد زن آدم بعد از اینکه اینجا جا بیفته اصلا هیچ مشکلی توی زندگی نمیتونه مثلا داشت نداره، با حتی همون حقوق دانشجو میتونه یه زندگی راحتی رو برای خودش فراهم کنه. درسته. شما برای بورسی KGSP هم اقدام کردین یا که نه گفتم فهم میخوام از طریق خود استادا برم؟ نه، من KGSP رو انتخاب نکردم، به خاطر اینکه KGSP شرکت کننده خیلی زیاد داره و رقابت بینشون خیلی زیاده. بورسی استاد همون تقریبا همون شرایط رو داره، ولی در کنارش این که مثلا شما آپشنات زیاده، به خیلی از استادا میتونی ایمیل بزنی، رزومه بفرستی، راحتتر استاد پیدا کنی تا اینکه بخوای با کلی رقبا و اینا سر و کله بزنی. برای کارشناسی بورس پیدا نکنم داشته باشه، یعنی بغیر از بورس KGSP، یعنی برای کارشناسی نمیشه از راه مکاتبه با استاد فاند گرفت؟ کارشناسی مستقیما با دانشگاهه که دانشگاه خودش بورسیه داره، بورسیه 100%، 50%، 25%، که همه این با توجه به معدل و نم بالا بودن مدرک زبانتونه. و این بورسیه که میدن برای ترم اوله، یعنی شما ترم اول با توجه به مدارکتون هر مقدار بورسیه گرفتید ما بقیه شهریه رو پرداخت میکنید، برای ترمهای بعدی اون بورسیه با توجه به نمره‌هایی که توی دانشگاه کسب میکنید بهتون تعلق میگیره. یعنی ممکنه شما ترم اول بورسیه 100% بگیرید، برای ترم دوم مثلا بهت 25% دانشگاه بده. پس بچه های کارشناسی نامی نباشه، یعنی حداقلش این که شهریه میخونه برشون ویر بشه اگه برای کره اپلای بکنه. آره، اصلا نباید ناامید شد توی این قضیه ها، نباید ناامید شد، به خاطر اینکه خیلی مهاجرت ها دیگه، خیلی مشکلات ممکنه سر راه آدم قرار بگیره. این حرف رو اتمند یه پوست چند لحظه پیش قصد شما تو لایف دیدن گفتن نور دیواف پیش وقت دست نشد تو فرند اپلای اتمند خیلی میگن که بارا شکست بخوری و جواب نبشن، این بازم باید تلاش رو بود. یه چیز دیگه که مثلا گفتن اینکه فانده هایی که حالا اساتید میدن برای دانشجو ارشد و دکترا حدودا رقمش در چه میزان هست؟ حالا درست متفاوت معمولا، تو نرمال اگه بخوام بگید چه مقداری هست؟ برای دوره های ارشد بین 600 تا 800 دلار، برای دوره های دکترا بین 1000 تا 1500 دلار. در ماه یا ترم؟ در ماه. درست. این هزینه بعد ماهیانه بهتون داد، موظفه که بهتون بده. درسته. بعد در واقع دانشجوی ارشد و دکترا در ازای این پول دریافت کنن چه تعهداتی دارن حالا نسبت به استاد دانشگاه و حالا چه بعد از تحصیل؟ تعهدی که بعد از تحصیل ندارن، یعنی تمام کاری که دارن در قبال حقوقی که دریافت میکنن توی همون دوران تحصیلشون توی اون لبی که کار میکننه، اون کاری هم که دارن اونجا انجام میدن همش ریسرچ با توجه به پروژه که اون استاد داره. یعنی شما زمانی که وارد لب میشی، استاد میگه من این پروژه رو دارم، از شما میخوام توی این قسمتش کار کنی با توجه به این شرایط این شرایط، و شما شروع میکنی کارتو انجام میدی و با توجه به اون هر ماه حقوقت واریز میشه. یعنی این حقوق و این همه از همون اول مشخص شده است. زمانی که شما مکاتبه میکنی، استاد میگه من قراره به شما 700 دلار یا مثلا 1000 دلار ماهیانه پرداخت کنم. در مورد درس خوندن تو کره هم پرسیده بودن، این که شما به اون تجربه فقط لیسانس در ایران بوده و ارشد و دکتری حالا در خارج از کشور، این که درس خوندن در کره سخت‌تر هستش یا در مقال اینکه درس بخونه به زبان دیگه از زبان نیتیوش قاعدتا سخت هست، ولی در حالت شما فکر نرمال درس خوندن در دانشگاه ایران سخت‌تره یا در کره؟ سیستم ایران و کره برای بچه های لیسانس که مثل همه، یعنی همین که کلاس ها رو شرکت میکنن، آخر ترم یه امتحانی دارن و با توجه به اون امتحان حالا قبول میشن یا رد میشن. برای دوره های ارشد و دکترا یک مقدار راحت تره، به خاطر اینکه این قسمت امتحان، این بخش امتحان دیگه کلن حذف میشه توی کره، اما توی ایران هست همچنان این قضیه برقراره که شما امتحان داری یا اینا، اما توی کره میشه پروژه محور. یعنی توی کلاس ها که میرید، استادا یه سر ارائه از شما میخوان، اون ارائه ها رو میدید و با توجه به اون نمره کلاسی تو در نظر میگیرن و حضور به کلاست.
یعنی از لحاظ کلاس بله. ها و این به نظر من کره نسبت به ایران خیلی راحت تره. درسته. ماشاءالله همش نکته مثبت بودی، چیزی نداره. ما باید همین شب اقدام بکنیم همه برای کره. در مورد حالا یکم هم آب و هوای کره بگید که حالا چه تفاوتی با ایران داره و حالا چه نرمالاً عموما چه آب و هوایی داره کره. کره جنوبی مثل ایران 4 فصله، فقط زمستونای فوق العاده سردی داره. یعنی زمستونا همیشه دما تا منفی 15 18 درجه میره، زمستوناش خیلی سرده، ولی هوای نرمالش بهارش و پاییزش و تابستونش یک مقدار مثل شمال ایران میمونه، شرجی و گرمه. ولی در کل ماهایی که تو ایران زندگی کردیم با آب و هوای اینجا اذیت نمیشیم، یعنی شوک آب و هوایی نداریم چون مثل خود ایران تقریبا. بعد فاصله هواپیماش مثلا با هواپیما بخوایم بریم بیان چقدر بین ایران و کره؟ مستقیم که نداره، با پرواز قطر حدود 12-13 ساعت طول میکشه، اگر توی قطر ترانزیت 2-3 ساعت باشه، چون که از ایران تا قطر حدودا 2 ساعت و نیمه، از قطر تا کره هم پرواز 10 ساعته دیگه، اون ما بقیش ترانزیت بشه. ولی پس بخوام نسبت به کشور اروپایی یک پایان مخروش اروپا فکرم کمتر باشه مدت زمانش، درست؟ آره احتمال پرواز مستقیم نداره کره کلا. درست. یه چیز دیگه هم که حالا پرسیده بودن که حالا اگه متأهل باشم و بخوام مثلا با ویزای متأهلی بیان چه صورت هستش، که همسر اجازه کار داره، مثلا اجازه ورود، کلیاتش ممنون میشم توضیح بدید. درسته، بله، موقعی که اپلای میکنن برای ویزای خودشون همزمان برای ویزای همسرم هم میتونن درخواست بدن، یا خودشون میتونن بیان اینجا بعد از اینکه کارت اقامتشون رو گرفتن درخواست بدن برای ویزای همسر. برای اینکه ویزای همسر رو درخواست بدن یه سری مدارک نیاز دارن ارائه بدن، مثل مقدار حقوقی که اینجا میگیرن، گواهی حقوقشون، گواهی پرداخت مالیاتشون، و یه دعوتنامه است که برای همسر میفرستن، اینا رو به سفارت ارائه میدن و ویزا رو راحت میتونن بگیرن. همسرم اجازه کار داره، بعد از اینکه اومد اینجا و ویزای این کارت اقامت وابستش رو گرفت میتونه اینجا کار کنه، یعنی محدودیتی برای کار کردن نداره. درسته. ولی یه چیزی که حالا بعضی بچه ها استراتژی اینجوری میچینن، اینکه مثلا ما با ویزای همراه بیایم حالا دانشگاه، یا ویو شهریه یا حالا شهریه پرداز، هم خود مثلا دانشجو کار دانشجویی میکنه، همسر هم کار میکنه، به این صورت هم میشه مثلا با وجود شهریه و هزینه های زندگی هزینه ها رو پوشش داد، یا یعنی اینکه نه مثلا کم میاد؟ یعنی که بیان اینجا درس بخونن در کنارش کارم انجام بدن، مثلا یک نفر دانشجو باشه و درس بخونه، حالا در کنارش کار دانشجو انجام بده، همسر طرف مثلا بره کار آزاد بکنه چون کار داره، اجازه کار داره، به این صورت میشه با این استراتژی حرکت کرد؟ آره خیلی راحت، خیلی راحت، به خاطر اینکه هزینه های زندگی توی کره گرون نیست. یعنی اگر بخوای به پول ایران حساب کنی که گرونه، جزء کشورهای گرون حساب میشه، اما وقتی که خودت اینجا درآمد داشته باشی، مثلا همینجا درآمد بگیری، نه واقعا گرون نیست، خیلی مثلا آدم میتونه راحت زندگی کنه از لحاظ خورد و خوراک و پوشاک و همه اینا، چیز گرونی اینجا نیست، تورم نیست، قیمت هم تغییر نمیکنه، همیشه همین بوده. اگر دو نفر با هم کار کنن که هزینه زندگی خیلی راحت تر منیج میشه، شهریه رو خیلی راحت تر میتونن پرداخت کنن، چون که خب تقریبا ماهیانه با اجاره خونه و اینا بین 700 مکسیموم بین 600 تا 700 دلار ماهیانه خرج دارن با اجاره خونه و قبض و خورد و خوراک و اینا، که این اگر بین دو نفر تقسیم بشه و از اون ور یه نفر دیگه هم داره کار میکنه، سیو هم میتونن بکنن. حتی بکنم از امشب دیگه همه بشن زبان کره ای و ویزای کره و سفارت کره. تلاش میخواد، یه مقدار تلاش میخواد، ولی واقعا میارزه، به خاطر اینکه اکثرا فکرشون به اینه که برن سمت اروپا، اما اگر قدم اولو بردارن توی جای از ایران که بیان بیرون، کلن آپشناشون بیشتر میشه. اگر حتی بخوان برای اروپا هم اقدام کنن، از کره بخوان اقدام کنن برای اروپا، خیلی راحت تر میتونن به نظر من فاند بی پیدا کنن تا اینکه از ایران بخوان اقدام کنن. درست. اصلا یه سوال همین بود، حالا من گفتم شاید که خصوصی باشه، ولی مثلا این بود که شما خودتون اگه بودی بین اروپا و حالا آسیا بسته کره، کدوم رو انتخاب میکرد؟ درست کره انتخاب میکرد، ولی فکر مثلا یه فاندی هم داشتین در اروپا برای زندگی؟ کلن برای زندگی ترجیح من توی اروپا، به خاطر اینکه توی اروپا شما میتونی بری اقامت بگیری راحت،
راحت بعد از چند سال زندگی یه سری مدارک ارائه میدی، اقامت میگیری و اینکه میتونی دیگه راحت زندگی تو مسیرشو مشخص کنی که دیگه من اینجا موندم، اقامتم دارم، دیگه تموم شد. ولی کره گفتم یکی پوان منفیش اینه که شما برای زندگی آیندت نمیدونی میخواد چی بشه، چند سال بعد میخوای اقامت بگیری، چقدر میخواد طول بکشه، تکلیفت چی میخواد بشه. منفیش اینه که من ترجیحم این بود که بعد از اینکه اومدم اینجا درسمو خوندم، اون مدرک معتبری که اگر مثلا تو ایران بود خیلی بیشتر از این طول میکشید که بگیرم، اینجا راحت تر میتونم بگیرم، بعد از این رفتنم به اروپا خیلی راحت تره از اینجا تا اینکه بخوام مثلا از ایران اقدام کنم. پس در واقع یه پل بهش نگاه کردیم، گفتیم آره به عنوان یه پل که راحت تر به اون چیزی که میخوام برسم. درسته. من حالا سعی کنم بیشتر سوال و بیشتر نکات رو بپرسم. سوال دیگه که حالا من اینجا فعلا میبینم ندارم، ولی حالا شما خودتون بنابرای تجربه ای که دارین، بنابرای اطلاعاتی که دارین، اگه فکر میکنید چیزی که نیازه باز بگین و حالا بچه ها حتما بدونن، حالا چه در مورد کره، چه راجع فرند اپلای و حالا صحبت نشده راجبش، ممنون میشم. بچه ها چند تا نکته باید توجه کنن چون من این سوالا رو خیلی توی پیج میگیرم. یکی این که برای رشته‌های پزشکی، دندون پزشکی، اینا کره متاسفانه بورسیه نداره، پس اینو در نظر داشته باشن که اگر میخوام برای این رشته ها روی کره یه پلنی داشته باشن کلا منتفیه، تلاشم نکنن چون هزینه اضافیه، ثبت نام میکنن هزینهشون از دست میره توی این گرونی دلار. اگر بین رشته های هنر و فنی مهندسی موندن و انتخابشون کره است، از نظر من رشته فنی مهندسی رو انتخاب کنن چون رشته هنر توی کره هیچ آینده ای نداره، برای بعدش برای کار اصلا مناسب نیست. و اینکه اگر میخوان راحت تر زندگی کنن و یه حقوقی داشته باشن، سعی کنن با استادا همون اول مشخص کنن روندشون رو، مقدار شهریه رو که چقدر میخوان ساپورت کنن، هزینه زندگی، چقدر حقوق میخوان بگیرن، همه اینا رو از قبل توی مکاتبه هاشون مشخص کنن. و اینکه ناامید نشن به مرحله اپلایشون ادامه بدن، به ایمیلاشون ادامه بدن که این پروسه یکم سخت طول میکشه ولی حتما بهش میرسن. یه چیزی دیگه هم که الان من یادم اومد اینه، با گواهی موقت شما خودتون با گواهی موقت اقدام کردین یا رفتین آزاد کردین؟ نه من کلا که برای من غیر انتفاعی بود، یعنی مدرکم آزاد شدنی نبود، من مدرکم گرفتم درخواست دادم. درسته. خب شما ترم آخر درخواست دادین یا یعنی که مثلا رفته بود و کار تحصیل شده بود؟ منظورم نه من بعد فارغ التحصیل، من بعد از فارغ التحصیل، یعنی بر من گپ تحصیلی هیچی نداشتم، من بلافاصله بعد از فارغ التحصیل برای همون ترم آخر که شروع ترم بود یه 3 ماه اینا فاصله داشت، توی همون 3 ماه کارامو کردم و مدارکم ترجمه کردم و انجام شد، یعنی هیچ گپ تحصیلی نداشتم. چون بچه من اونم میپرسم مثلا ما تا بخوام بریم آزاد بکنیم یا حالا درد سر آزاد کردنش هستش، یکی میشه مثلا با گواهی موقع یا همون ترم آخر با ریزنمرات غیر رسمی آن آفیشیال اپلای گواهی موقت رو در صورتی میتونن بهش اقدام کنن که اون گواهی موقت رو ببرن تاییدش کنن، چون که یه سری گواهی موقت رو هست. من خودم هم دانشنامم نبود، من بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم، چون که یه خیلی مدت طولانی طول می‌کشه تا دانشنامه حاضر شه، گواهی موقتم اول بردم وزارت علوم تاییدش کردم، بعدم معتبر شد برای ترجمه، چون اگر تاییدیه وزارت علوم رو داشته باشه بعدش میتونن ترجمه کنن، دارا ترجمه ها قبول میکنن و میتونن راحت بیان. ولی برای دانشگاه دولتی نه، دولتی باید حتما مدرک آزاد کنن. درسته. پس یعنی در واقع دولتی ها بینه اینجوری بخوایم حساب کنیم، خب ترم آخر دیگه نمیتونن اپلای بکنن دیگه، نه دیگه اونا اول درسشون تموم بشه مدرکشون آزاد کنن، بعد از اون میتونن دیگه اقدام کنن برای کارشون. یه رتبه کنکور شدن اینجا دیگه افتخار نیست برای پایان منفیه برای بچه. یه سوال دیگه گفتید رتبه کنکور، بچه ها سوال میپرسن که ما رتبه کنکورمون تاثیر داره تو ایران، ما حتما کنکور بدیم که اصلا نیازی نیست کنکور ایران، یعنی اصلا هیچ ربطی به مراحل پذیرششون نداره چه کنکور بدن چه ندن، اینم در نظر داشته باشیم. اینو زیاد از ما پرسیدم، ما یه پست مجزا کاملا گذاشتیم، حالا توضیح دادیم که رتبه کنکور میتونه یک تأثیری تو رزومه داشته باشه ولی اصلا ضروری و الزامی نیستش که بگین مثلا که باید قبول بشین پس بعد درخواست بدین. نه اصلا نیازی نیست به کنکور. رزومه که شما توی آزمون سراسری تونستین مقام و یک موفقیت رو به دست بیارین. حد مثلا درست. یه چیز دیگه هم که الان پرسیدن در مورد حساب بانکی، کره معمولا چند سال اخیر یه سری مشکلات داشته برای افتتاح حساب بانکی، شما این مشکل داشتین یا نه و شرطش چطور؟
نه من اون زمانی که من اومدم مثلا این تحریم و اینا نبود، این مشکلات نبود، من راحت حساب بانکی باز کردم. اما الان با پیگیری های سفارت، بانک های خود دانشگاه برای دانشجوهایی که کارت دانشجویی دارن راحت حساب باز میکنن، یعنی مشکلی نداره لحاظ حساب بانکی. مشکل تقریبا تا حد زیادی رفع شده، تا حد زیادی برای دانشجوها رفع شده، یعنی اصلا جای نگران نیست. بانک های خود دانشگاه چون که در اطلاع دارن از شرایط و اینا، خود سفارت هم پیگیری کرده حساب باز میکنن برای دانشجو. درست. من حالا سعی کنم تا حد زیادی سوالا رو بپرسم، شما خیلی سریع و خلاصه و جامع و کامل جواب دادید و اینقدر پانای مثبت و خوبی داشت، دیگه خودم شما باید اقدام بکنم برای کره حالا کجا قبول میشه. خیلی اطلاعات واقعا خوب و کافی بود، حالا مثل برای کره که مثلا کمتر شناخته شده است و همین واقعا سنسور و کانادا هستش، باعث شد مثلا حالا حداقل بچه‌ای که لایو میبینن یه نیم نگاهی هم به کره داشته باشن و بتونن حداقل انتخاب بهتر و دقیق‌تری داشته باشن، نه ما اطلاع داشتیم مثلا شاخوره رو انتخاب کردیم. من حالا تشکر میکنم از شما، وقت گذاشتید، اول فرصت جواب ما رو اوکی دادید و تایم رو مش کردیم و درست ساعت هم اومدید و خیلی ممنون واقعا. من هم طرف خودم طرف بچه ها اونم بچه هم استفاده کرده باشن از این لایو، تشکر میکنم که دعوت ما رو قبول کردید و وقت گذاشتید. زنده باشید، منم خیلی لذت بردم از این گفتگو، متشکرم از کسایی که بودن توی لایو، ممنون از شما که منو دعوت کردین، امیدوارم که جواب سوالاتتون رو گرفته باشین. خیلی ممنون از شما، من حالا به وقت ایران میگم، شب شما بخیر باشه و روز خوبی داشته باشید. همچنین شما هم همینطور، خدا نگهدار. باشه، خدا نگهدار شما. خدا.